ایالات متحده به منظور تقویت بنیه دفاعی امارات متحده عربی در برابر حملات حوثی های مورد حمایت ایران جنگنده های پیشرفته و ناف شکن به امارات اعزام میکند. کند. هوشمند میرفخرایی و جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو. لوید استین وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی روز سهشنبه با محمد ابن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی گفت واشنگتن نافشکن یو اس اسکول با موشک های هدایت شونده را برای بازدید به بندر ابوظبی اعزام خواهد کرد وزیر دفاع ایالات متحده همچنین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تصمیم دارد جنگنده های پیشرفته نسل پنجم را برای حمایت از امارات متحده عربی که شریک استراتژیک دیرپای آمریکاست اعزام کند در تقریبا یک هفته اخیر شپ نظامیان سه بار با موشک و پهپاد به اهدافی در امارات حمله کردند. در حمله بامداد دوشنبه حوصی ها یک موشک بالستیک میان برد به سوی پایگاه هوایی از محل استقرار نیروهای آمریکا در ابوظبی پرتاب کردند اما دفاع هوایی امارات با استفاده از سامانه پدافندی پاتریوت آن را رهگیری و نابود کرد اولی حمله حوسی ها به امارات اواسط هفته گذشته و با استفاده از پنج موشک میان برد و چندین پهپاد انجام شد که بر اثر آن سه تانکر سوخترسانی رسانی در منطقه مصفح در ابوظبی آتش گرفتند و به کشته شدن دو هندی یک پاکستانی و زخمی شدن سه نفر دیگر در محوطه فرودگاه جدید آن شهر منجر شد تحلیلگری میگوید حملات موشکی و پهپادی و حوثی ها به امارات به این زودی ها تمام نخواهد شد. جنگ یمن و تنش بزرگتر میان ایران و آمریکا منابع تهدید در منطقه اند. علی رغم اینکه دیپلماسی در جریان است، این تنش ها هنوز وجود دارند و علامتی از پایان قریب الوقوع حملات موشکی و پهپادی دیده نمی شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری آساشیت پرس علاوه بر تحرکات اخیر ارتش روسیه در اروپای شرقی و زیاد خواهی های پکن در دریای جنوب چین شورشیان حوثی نیز به صورت دردسر دیگری برای سیاست خارجی دولت بایدن درآمدهاند